السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمنا دارم در خیر و باشین نوبت رسید به دروس تجوید ما ویدیوهای کوتا و امید که ویدیو قبلی رو دیده باشین و خوشتان آمده باشه فراموش نکنین که ویدیوها رو شریک بسازین ویدیوها کوتا کوتا است خیلی پر معلومات است تا هم عزیزا ازش مصطفی چان و همچنان صفحه ما را حمایت کنید تا ما بتانیم بعض اوقات و سوالات شما پاسخ بگیم این ویدیو در ارتباط چگونگی ابلاغ قرآن یا ابلاغ وحی از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله بر امتش است به دو طریق رسول الله صلی الله علیه و آله بر امتش قرآن یا وحی را که از جانب الله سبحانه و برش می ابلاغ کرده یکی به شکل مکتوب یعنی نوشته شده و یا ثبت شده بر روی پوست ها پوست حیوانات و درخت ها و برگ ها و استخوان ها و سنگ ها است و دیگهش به شکل روایی یعنی به شکل گفتاری و یا شفاهی که به دو طریق قرآن بر ما به شک یعنی به متواتر رسیده و متواتر قبلا بر شما در ویدیو اول گفتم که چی معنا میده اینا بعضی بعض این ویدیو چی یعنی بر ما میفهمنه بعضی از انسان های مغرز و انسان های مشرک و انسان هایی که را روافظ ما میگیم اونا میان انتقاد میکنن بالای اسلام و میگن که در سنن ابن ماجه دار کتاب ابواب النکاح ابواب النکاح اونجا کتابه را باس کرده امام ابن باجر رحم الله به نام باب رضاع الكبير یعنی یک شخصه بزرگه وقته که تو شیر بیتی تا بخوای که او به چه رضایت شه اونجا عائشه رضی الله عنها میگه که میگه وقته که آیه رجم و رضای رضای کبیر وقته که نازل شد میگه ما ایره دا یک ورق نوشته کرده بودیم یعنی ده بار شیربتی یک شخص بزرگ کو بچه رضایی چوا ایره در ورق نوشته کرده بودیم در زیر بالشت خود ماندیم در زیر بالشت خود ماندم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد ما دو او وقت مراسم تدفین رسول الله صلی الله علیه و وقتی مصروف شدیم ما گوسفند آمد او از زیر بالشت ما اولی که ورق او وقت نبوده ما خواندیم که در روی چی در روی یعنی بر روی پست و برگ و استخان پوست درخت ها و سنگ ها اینا نوشته میکردن ورق نکود اگر می بود خود چرا اگر زحمت می خود روی هم چیز چیزا نوشته میکردن خودش روی ورق نوشته میکردن ثانیا در روایت حدیث وقتی که ما میریم اونجا یک شخصی هست به نام محمد ابن اسحاق که محمد ابن اسحاق ضعیف است و انتقادشون باطل است برمیگرده به مو جهل خودشان بارک الله فیکم و رضای خیرتان فراموش نکنین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله, اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته